به نام خدا با عرض سلام بینندگان عزیز به پس از خبر امشب خوش آمدید. مراکز آموزشی و کارخانه های تولید بم در پاکستان است و از آن کشور به افغانستان پیام جنگ فرستاده می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست امروز خبریش با حضور مدیران ارشد امنیتی گفته است پس از این ابتکار گفتگوهای صلح بجز از افغانستان برای کشور دیگر داده نخواهد شد. آقای غنی با انتقاد شدید از پاکستان می خواهد تا لانه های توریستان را در خاک پاکستان ببندند، در غیر صورت افغانستان با موضوعگیری جدید در برابر پاکستان خواهد ایستاد. رئیس جمهوری تاکید می کند که پس از این به کسانی که بر ریختاندن خون مردم افغانستان به ویژه بر ریختاندن خون نیروهای امنیتی افغان عادت کردند ترحم نخواهد کرد. آقای غنی همچنان گفته است که وضعیت افغانستان به دلیل خروج نیروهای بین المللی قابل پیش بینی بود. ما در این برنامه جوانب مختلف این انتظارات آقای رئیس جمهور غنی و همچنان انتقاد شدید رئیس جمهور غنی را در برابر پاکستان به بررسی میگیریم. اما پس از میان برنامه کوتاه. بینندگان عزیز باز هم خوش آمدید. در بحث امشب آقای بشیر احمد تعین عضو مجلس نمایندگان و همچنان آقای دکتر لطیف نظری استاد دانشگاه با ما هستند. آقایان به برنامه خوش آمدید. در آغاز از آقای تعین جویا شویم که دقیقاً آقای رئیس جمهور غنی امروز در نطق خبری خود چی را میخواستن ثابت بکنن و شما چی اگر ارزیابی کلی دارین از نطق امروز رئیس جمهور غنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شما و کارهای شما جناب استاد نظری و مجموعه بینندگان، به نظر ما نطقی را که امروز رئیس جمهور داشتن نطق قسمان متفاوت با نطقای قبلیشان و حتی نطقای قبلی جناب آقای کرزی امتای قبلیشان بود، از این حیث که هم مردم افغانستان در واقع انتظار چنین تصمیم یا چنین قاطعیتی را سوی دولت مردار داشته، رئیس جمهور افغانستانی رئیس میکرد و موضوعات را یک مقدار برهنه و اوریان مطرح کردن و در مقابل پاکستان. یقینا که مشکل افغانستان ظاهرا طالبا و نیروهای دهشت افغان دیگه است، ولی در خفا و در پشت سری همه قضایا یقینا دست و در واقع تصمیم برجسته پاکستان نفته است که رئیس جمهور امروز جسارت کردن این موضوع را به زبان بیارن که گفته شد که زمانی که پاکستان قرار باشه با ما همکاری بکنه، با ما در بین طالبا میانجیگری نکنه، طالبایی که عملا در پاکستان جلسات دایر میکنن، حضور دارن در شهرهای مختلف پاکستان، بالای از اونا باید با مو عملیات خود را و یا اقدامات خود را بکنه و در جای دیگیش هم پاسخ جنگ را با جنگ میتیم و در این حال دولت افغانستان بیشتر از این نمیگذاره ملتش، اردویش قربانی توته و دسیسا بوده باشه و یک مقدار برای دنیا هم صحبتاشان مخاطبش کشورهای همسایه و دنیا هم بود که اونا در راستای زیر فشار قرار دادن با پاکستان برای عدم مداخله در امور افغانستان این موضوعات هم بود. موضوعات خیلی برجسته و جدی گفته شد، رئیس جمهور به صورت خیلی واضح موضوعات را مطرح کردن، ولی عملی کردن از این واقعا ما مردم افغانستان و همه امروز سیاسیون افغانستان درک میکنن که مشکل اساسی افغانستان با پاکستان است. سپاس از شما برمیگردیم. عملی کردن چگونگی عملی این موضوعات برمیگرده برای قاطعیت دوامدار رئیس جمهور و سایر اراکین بلندپایه حکومت وحدت ملی. سپاس از شما برمیگردیم. آقای نظری میخواییم به این مورد شما بپردازین که در جریان 13 سال گذشته سیاست خارجی افغانستان در برابر پاکستان با این برهنگی بازی نشده بود. حالا از لحاظ دیپلماسی شما بازی کردن این گونه سیاست از سوی حکومت وحدت ملی چگونه ارزیابی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمان گرامی جناب وکیل صاحب و بینندگان محترم تلویزیون شما. ببینید، من فکر میکنم که در آغاز شکلگیری دولت وحدت ملی سیاست تمایل به پاکستان یک سیاست یا راهبردی بود که بدور از عقلانیت سیاسی بود و به همین جهت حتی در اون زمان نگرانی از این بود که مبادا
پاکستانیزه شدن سیاست افغانستان در دستور کار دولت وحدت ملی قرار داشته باشه. بنابراین در حال حاضر ما ایره یک رویکرد جدید و مبتنی بر منافع ملی و امنیت ملی افغانستان تفسیر میکنم، اما در عین زمان باور ما است که این سیاست میتونه یک راهبرد اعلانی در قبال پاکستان باشه، اما با باور ما اگر ما بخوایم سیاست اعلامی را هم در کنار سیاست اعلانی خود مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم، نیازمند است که تفاهم نامه استخباراتی که افغانستان و پاکستان را امضا کرده او ملغا اعلان شود. من فکر میکنم که صحبت های رئیس جمهور افغانستان یک نقطه عطف هست از آغاز دولت وحدت ملی تا امروز، اما اشاره کردم که مردم افغانستان انتظار داره که برای قطع مداخلات پاکستان باید در واقع او تفاهم نامه ملغا اعلان شود تا ای که ما در حوزه عملیاتی هم قدم های را بتانیم برداریم. و اما از لحاظ فشار و اختاری که رئیس جمهور به جانب پاکستان فرستاد و ای که اگر پاکستان در این امر با افغانستان همکار نباشه، در گام بعدی شاید هم اقدام جدی یا موضوعگیری جدید افغانستان شاید آشکار شود. شما چی فکر میکنین افغانستان چی حال این فشار نسبت به پاکستان داشته میتونه که بتونه پاکستان راضی بسازه تا در سیاست های افغانستان دخل اندوزی نکنه؟ ببینید، مسئله اولی است که همین روزی که آقای غنی در واقع به گونه‌ای به پاکستان هشدار داد، ما شاهد موشک پراکنی و راکت پراکنی پاکستانی ها بر مناطق از افغانستان بودیم و این نشان می‌دهد که مداخلات پاکستان به گونه اوریان و بدور از منطق حسن همجواری در افغانستان جریان دارد. اما آنچه که ما میتونیم به عنوان اهرم فشار استفاده کنیم، یکی که اجماع نظر سیاسی را در داخل افغانستان تقویت کنیم و در واقع در بود سیاست خارجی این بحث بین المللی بسازیم، به این معنا که حتی زمینه مراجعه کردن این بحث در شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داره، بحث دادگاه لاحه میتونه مطرح باشه و همچنین تحریک افکار عمومی بین المللی برای این که چهره در واقع سیاه استخبارات پاکستان همچنان افشا شود. و من فکر میکنم که اگر دولت افغانستان به خصوص نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد تلاش های جدی را به خرج بده، این زمینه وجود دارد که به تدریج افکار عمومی نسبت به مداخلات پاکستان از خود حساسیت نشان بده. اما فراموش نکنیم که در بود تعامل افغانستان و پاکستان ما اهرم های فشار در اختیار خود داریم. مطالعات نشان میده که وزیرستان و بلوچستان با یک گسست هویتی مواجه هست. بنابراین آنچه را که پاکستانی ها در افغانستان همیشه دنبال کرده، ولی افغانستان هیچ گازی اهرم فشار استفاده نکرده. من فکر میکنم پاکستان کشوری است که با بحران انرژی دست و پنجه نرم میکنه و در حال حاضر از موقعیت هیدروپولیتیک و منابع آبی افغانستان به نفع خود استفاده میکنه. حالا شما بحث وزیرستان با بلوچستان را به عنوان اهرم فشار به افغانستان مطرح ساختین، چگونه میتونه این دو بحث یا دو جغرافیا بر افغانستان یک اهرم فشار باشه؟ ببینید، من فکر میکنم که در اولین گام نباید ما چنین روانه های را مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم. علت مسئله ایست که در دنیای مدرن در واقع تشویق و ترغیب به گسست در ساختار هویتی کشورها نمیتونه یک روند مبتنی بر عقلانیت باشه. سپاس شما، برمیگردیم. آقای تنج، بگذارید به این موضوع بپردازیم که آقای غنی گفتن پس از این ابتکار مذاکرات صلح به دست خود افغان ها خواهد بود و دیگر هیچ کشور حق به دست گرفتن این ابتکارات را ندارن، یعنی به این معنا که دیگر پاکستان صلاحیت به دست گرفتن ابتکار برگزار کردن مذاکرات صلح افغانستان را نداره. با این حال چگونه هیئت جدیدی که احتمالاً پنجشنبه به پاکستان به خاطر مذاکرات صلح بروند، اینا میروند به پاکستان، حال که رئیس جمهور گفتن دیگر افغانستان باید این ابتکارات را به دست بگیره؟ ببینین، در موضوع پروسه صلح متاسفانه ما خواهان صلح هستیم، نه اینکه پاکستان خواهان صلح باشه. ما ضرورت به صلح داریم، پاکستان نیاز به صلح نداره. پاکستان کوشش میکنه شعله‌های جنگ را بیشتر از این در افغانستان شعله‌ورتر نگه بداره. حالا اگر دلیل این را جویا اگر ما اگر ضرورت داریم، ما اگر نیاز داریم، بنابراین ما مجبور هستیم که
در واقع خط نشانهای بیشتری نکشیم که او در او خط نشانها خودمان رسیده نتانیم. به این معنا که ما اول چیزی را که جناب استاد اشاره کرده من تاکید میکنم، اول ما قوت خود را، قدرت خود را، صلابت خود را یک بار بسنجیم. ما اول دنیا را، نبضش را یک بار از خود بکنیم که چرا دنیا در موضوع صلح و جنگ در کنار افغانستان استاد نمیشه و در کنار پاکستان استاد میشه. به عنوان مثال ما امروز از اکثریت کشورهای دوست خود در سراسر دنیا که دوستای خود را داریم، سفارتهایشان همیجا است. سفارتها به مثابه نمایندگی و تمثیل کننده سیاست هم کشورها همیجا فعالیت میکنن. از تمام جزئیاتی که در داخل افغانستان میگذره اینا آگاهی داره. همه روزه از تجاوزات، انتحار، انفجار و هر نابسامانی که از طریق پاکستان با ما میشه اینا کلن اینا در جریانش هستن و البته که اینا با کشورهای خود گزارش میدن. این برای دولت افغانستان ضرور است که از این نقطه نظر به دنیا مراجعه بکنه. یک موضوع که تاکنون مراجعه کرده؟ مراجعه کرده ولی بسیار ضعیف بوده. ما بار بار مثال دادیم که زمانی که شورای اسامبلی ملل متحد دایر میشد، آقای کرزی عزیز در مجلس خیلی در واقع قوی در سطح دنیا اشتراک میکرد، همیشه طالبا را برادر خطاب میکرد و طالبا را دوست، پاکستان را دوست افغانستان خطاب میکرد. حتی تقاضا میکرد که رهبرای طالبا از لیست سیاه خارج ساخته شود. اما هیچگاهی بر دنیا تاثیر واقعی طالبا را از زبان مردم افغانستان ارائه نکردیم. یک موضوع. موضوع دیگه سیاست رابطه عاطفه نیست. سیاست محاسبه توان و قدرت است. ما اول نیروی دفاعی خود را، نیروی امنیتی خود را، نظامی خود را باید ما آنطور اقتدار و مقتدر بسازیم که پاکستان بیشتر از این در خیال از این نبوده باشه، طالب بیشتر از این در خیال از این نبوده باشه که با جنگ و با ترور و با انفجار حکومت افغانستان را مزمل و ناکام می‌سازه. و در این حال شما مخالف حرف رئیس جمهور هستین که میگن پاکستان دیگر در مذاکرات صلح افغانستان دخالت نداشته باشه؟ ببینین، رئیس جمهور افغانستان قاطعیت و اراده را که در واقع این صحبت امروزیشان ملاک معیار قرار بدیم، یعنی به حساب تصمیم خود را خیلی به حساب جدی مطرح کرد. ما امیدوار هستیم که برای عملی کردن تصمیمشان باید گزینه‌ها را ما باید روش کار کنیم. حالا برای دنیا باید تفهیم کنیم، حداقل برای کشورهای منطقه را تفهیم کنیم که بدامنی در واقع بی‌امنیتی که در داخل افغانستان است یک روز دامنگیر کشورهای مثل چین، مثل هند، مثل روسیه، مثل کشورهای آسیای میانه، ایران از طریق از به سایر کشورها میشه. امروز ضرور است که افغانستان اول یک دیوار و یا یک در واقع پارت جدیدی از کشورهای دنیا را در مقابل پاکستان بسیج بکنه. از این نقطه نظر باز از طریق سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دادگاه‌هایی که روی جنگ صلح دنیا کار میکنن، اینه ما مثال میاریم، مثلا تجاوزات اسرائیل بر فلسطین را بارها دوسیه مردم فلسطین در لایحه مراجعه کرده و دنیا تصمیم گرفته که بخشی از فعالیت های یا مثلا فعالیت های خرابکارانه که اسرائیل در داخل فلسطین داشته او را به عنوان مجرم جنگی و جنایتکار جنگی بشناسه. ولی پاکستان را ما هنوز تقاضا را یعنی از دنیای تقاضا را نکردیم، پاکستان را در این لیست نآوردن. و در این حال در مورد افغانیزه کردن یا در واقع جلودار بودن پروسه صلح در افغانستان یک امر حتمی است. ما بارها در واقع پروسه صلح را از در برنامه پاکستان تعقیب کردیم یا از عینک پاکستان تعقیب کردیم یا مثلا دست به دامن کشورهای به حساب انداختیم که اونا بر ما صلح بره. خود افغانستان با یک برنامه دقیق، با یک استراتژی دقیق و منظم و زمان بندی شده، ما مثلا در 3 ماه اول باید چه کار را بکنیم، در 6 ماه اول ما باید چه کار را بکنیم، این را به صورت قاطع و جدی دولت افغانستان روی میز کارش داشته باشه. سپاس از شما. آقای نظری، بگذارید در این مورد بپردازیم که گزینه‌هایی که شما مطرح کردین، مراجعه کردن به کشورها و نیروهای جامعه جهانی و همچنان کنفرانس دادگاه لاحه و امثال هم که در جهان به خاطر تامین عدالت نشستند، چرا حکومت افغانستان پیش از این که به این موارد بپردازن میایند سیاست اعلامی خود را که دور از جنگ نیز در برابر پاکستان اعلام میکنن؟ ببینید، اولا من تاکید میکنم که منازعات افغانستان یا جدالی که در حال حاضر بین افغانستان و پاکستان وجود داره از طریق نظامی رای حل نمیتونه داشته باشه و به نفع افغانستان هم نیست و به نفع پاکستان هم نیست. پس بنابراین ما باید در حوزه دیپلماسی بازی را ببریم.
چیزی که متاسفانه در افغانستان کمتر به او توجه میشه. امروزه کشورهایی که در حوزه دیپلماسی توانمندی خاص داره میتونه حتی در برابر قدرت‌های بزرگ استادگی کنه. نمونه زور ما در مسئله هسته‌ای ایران با 6 قدرت بزرگ جهانی مشاهده کردیم. پس به ترتیب من فکر میکنم که افغانستان باید تلاش بکنه که روی توانمندی‌های دیپلماسی خود بیندیشه و از این سازوکار نرم ما میتونیم به گونه ای در واقع پاکستان زیر فشار قرار بدیم. افزون بر این پاکستان کشوری هست که هم با محدودیت ژئوپلیتیکی مواجه می باشه و هم با محدودیت ژئواکونومیک. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما به عنوان نمونه بندر چابهار به عنوان یک بدیل برای بندر کراچی در نظر بگیریم و همچنین در واقع موانع ساختاری برای صادرات پاکستان به طرف آسیای میانه ایجاد بکنیم، خود به خود بزرگترین اهرم فشار میتونه بالای پاکستان باشه. اینا وجوه نرم افزاری فشار میباشه که امروزه ما باید به اینا توجه و اتکا داشته باشیم. من فکر میکنم که در بود منطقه‌ای هم این ظرفیت بر افغانستان وجود داره که ما با شکل دادن اجماع منطقه‌ای به خصوص کشورهایی که به گونه ای از پاکستان آسیب میبینه، از افرادگرایی آسیب میبینه، تلاش بکنیم که پاکستان در انزوای منطقه ای قرار بگیره و این میتونه پاکستان در اینجا سوال مطرح میشه. آقای نظری، شما چی فکر میکنین؟ آیا پاکستان خود مدیر این همه سیاست خارجی هستند که میخواین در سیاست های داخلی کشورهای دیگر دخل اندازی بکنن، یا مجری بخشی از سیاست های کلان دیگر کشورها؟ ببینید، پاکستانی ها همواره از افرادگرایی به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده کرده. مسئله اساسی اینجاست که یعنی یک ابزار برای سیاست های کلان دیگر کشورها نیستند. در او راستا هم پاکستانی ها هم عمل کرده و هم در حال حاضر عمل میکنه و هم در آینده عمل خواهد کرد. سپاس از شما. آقای تایش، میخوایم بپرسم که آنچه امروز از نطق آقای رئیس جمهور غنی گرفته شد، او این بود که پاکستان به افغانستان پیام جنگ میفرسته و تروریست هایی که در پاکستان فعالیت میکنن اونا دشمن افغانستان هستن و پاکستان که اونا را در خاک خود پناه دادن، پاکستان هم دشمن افغانستان است. با این حال شما گروه طالبان را چگونه یک گروه میدانین؟ آنگونه ای که شما مطرح کردین که پروسی صلح یک پروسی بین الافغانی است، با این همه شما طالبان را یک گروه افغانی میدانین؟ دقیقا نمو حرف اول خود را بگویم که در واقع پیام جنگ فرستادن پاکستان چیزی تازه نیست. سال هاست و ده هاست که حداقل 3 دهه ما شاهد هستیم پاکستان پیامش همیشه با افغانستان و مردم افغانستان جنگ بوده و ما بودیم که قربانی دادیم و جلوگیری کردن نتانستیم از این جنگ. و در بخش طالبا، ببینید طالبا یک مفکوره و یک آیدیای تندروانه در یک بخشی از به حساب ملاهای تندرو در این جغرافیا اینا در واقع تجمع کردن، بسترسازی برشان شده. چرا مثلا در کشورهای دیگه، چرا در آسیای میانه نیست اجازه فعالیت بر از اینا داده نمیشه؟ چرا در نیم قاره هند نیست؟ چرا مثلا در ایران نیست اجازه داده نمیشه؟ بستر مساعد بر از اینا پاکستان یا در واقع این منطقه بر از اینا مساعد ساخته شده که اینا در حال افزایش هم هستن. این هدف چی است؟ هدف این است که از اینا به عنوان اربه و افزار استفاده شود. اگر پاکستان خواسته باشه طالبان را، بخشی از بزرگی از طالبان را مدیریت هم کرده میتونه، زیر فشار هم آورده میتونه، از بین هم برده میتونه. زمانی که تیارات بی پیلوت امریکا مثلا نقاطی از شمال پاکستان را بمبارد میکنه، باز هم اینمی نیروهای دولت پاکستان اعتراض میکنه که مناطق مسکونی را بمبارد به بهانه ایران، در حالی که اونا دقیق‌ترین عملیات را در مناطق انجام میتن. از یه ایس امروز در واقع پاکستان اگر خواسته باشه پاکستان را ما در واقع فشار آورده بتانیم، قناعت داده بتانیم. با این حال من میخوایم بپرسم که طالبا یک گروه توریستی هستن یا گروه مخالف سیاسی که در خارج از چارچوب حکومت افغانستان فعالیت میکنن؟ طالبا یقینا گروه توریستی هستن. اینا به الفبای سیاست باورمند نیستن. اگر در الفبای سیاست باورمند باشن، پس شما چگونه پروسی صلح را یک پروسی بین الافغانی مینامید؟ ببینین، بین الافغانی به این معنا که ما جانب افغانستان توانمندی را در واقع، اگر ما در داخل هم درست است که تفاوت دیدگاه ها داریم، جریان های مختلف است، رهبرای مختلف است، اینا
تمام به حساب عقایدشان روی یک میوار نمیچرخه، یک مشکل است، ولی این مدیریت کردنش ساده تر بوده باشه که ما در واقع یک تیم و یک نظر خاص و یک نظر در واقع واحد را از افغانستان برای آوردن صلح را طالبا پیشکش بکنیم، ولی او طرف را ما هیچگاه ضمانت کرده نمیتونیم که اونا به حساب طالبای افغانستان باشن، به منفعت افغانستان، به منفعت مردم افغانستان فکر بکنن، چون اونا تا به حال بر منفعت پاکستان و یا به منفعت همو گروه های تاریکندیش و تروریست فکر میکردن. پس شما تا هنوز چگونه متحد هستین به این که گفتگوهای صلح باید انجام شود و در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان باید برنامه های مشخص را تعیین کنه؟ ما متاسفانه مردم افغانستان گزینه های دیگر را نداریم. درست است که در این گزینه ناگزیر میشین با توریست ها مذاکره بکنیم. یقینا ما راه مذاکره را باید پیدا بکنیم، بر جنگ راه حل پیدا بکنیم، دولت منیس قایدی کل حکومت خاص فکر میکنین با این حالت صلح تامین میشه؟ مکلفیت داره. ببینین گزینه ها را گفتیم، ما موضوعات جیوپولیتیک گفتن، در واقع مشکل مثلا آب را گفتن، مشکل اقتصادی اکونومیک را گفتن، اینا میتونه پاکستان را متقاعد بسازه. و در این حال یک چیز فراموش نکنیم که ما با پاکستان مشکل مرزی داریم، مشکل سرحدی داریم. اگر ما ادعای به حساب خط دیورند که از پل اتک بوده باشه ای را در واقع انیمی را ما ادامه بتیم، ای را مثلا خواهان ازی باشیم، پاکستان مثلا تاسند را جغرافیایی به نام پاکستان باقی نمیمانه. یعنی هر چی که سوال شده اینه، این موضوع روی ازی ما باید با مراجعه با دنیا روی مایه اختلاف و مایه جنجالی که بین پاکستان است که و ده ها سال به حساب ریشه از این میرسه، ما باید تمرکز بکنیم برای یافتن یک راه حل مناسب که نه افغانستان دو بازنده باشه نه پاکستان، که ما مسیر به حساب یک سازش را و آشتی را پیدا بکنیم. سپاس از شما. آقای نظری، میخواییم بپرسم که آقای رئیس جمهور غنی همچنان گفتند که این وضعیت افغانستان قابل پیش بینی بود، چون که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک گفتند و یک سال سخت برای مردم افغانستان پیش بینی شده بود. شما فکر نمی کنین که کارگزارای حکومت افغانستان عمدن با این وضعیت پیش بینی شده مردم افغانستان را به کشتن دادن؟ من فکر می کنم که این قسمت از صحبت های آقای غنی نمیتونه قابل توجیه باشد. اگر ایروان قابل پیش بینی بود، باید تدابیر پیشگیرانه هم اتخاذ میشد که متاسفانه نشد. من فکر میکنم که سیاست افغانستان در ارتباط با پاکستان بیشتر از موضع ضعف و انفعال در واقع برخورد میکنه و همین مسئله سبب شده که ما شاهد مداخلات گسترده آیسای باشیم. نکته دوم است که درک ما از تحولات منطقه ضعیف است. ببینید تا زمانی که متغیرهای قدرت بین پاکستان و هند به گونه‌ای باشه که پاکستان در ضعف در واقع ژئوپلیتیک باشه و احساس ناامنی بکنه از هند، قطعا جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش خواهد برد. و من فکر میکنم یک نقطه بسیار محوری است که در حال حاضر هندسه قدرت در منطقه جنوب آسیا به گونه‌ای رقم خورده که پاکستانی ها احساس نگرانی امنیتی داره. به این جهت است که من پیشتر اشاره کردم که ما باید در حوزه دیپلماسی جنگ را فتح بکنیم. از طریق نظامی و امنیتی ما نمیتونیم در واقع برنده بازی باشیم. سپاس از شما آقای دکتر لطیف نظری، استاد دانشگاه، و همچنان سپاسگزاریم از شما آقای بشیر احمد تنج، عضو مجلس نمایندگان. بینندگان عزیز، با شما نیز بدرود میگوییم تا برنامه دیگر. خداحافظ.